از معرفی اولین سخنران گرامی برنامه میخوام شعر بسیار زیبایی از روانشناس دکتر اسماعیل خویی براتون بخونم. دکتر خویی هم به دنبال ستاره خود در کهکشان آسیا بودند، مانند فیروز نادری که به دنبال ستاره خود در کهکشان آسمان. این شعر پیش سرودی بر دفتر تعریف تلخ ماندن از لطیف پدرام شاعر اهل افغانستان سروده شده و در میان این همه جهان رنگ رنگ کفته هر یکی به راستای دیگری ز فروهنگ، جهان من کدام بود؟ با کدام نشان باز می توانم از شناخ و با چه نام؟ در آسمان خاکی بشر به کهکشان آسیا ستاره پیر و در نگاه من هنوز نیز چشمگیر، کلیکن از نگاه رس مرا مدام دور می شود. خجست روزنی تمام روشنی که دارد ای دریغ رفته رفته کور می شود. درو برو به مهر و ماه بازگشت دیدگان من در اون میان این همه جهان رنگ رنگ شکفته هر یکی به راستای دیگری ز فروهنگ، شکفته شد جهان من و خانه تباری و وطن و زاد بوم و خاک مادریش می شناختم در آن ستاره بود که سر به جانب بلندهای آبی شگرف و ژرف بر فراختم و در قمار پرشی بلند بر این مدار برترین رهایی از دروغ و بند و خاری و گزند بود که آشیان و خانمان خود در آن ستاره را تمام باختم. و حالیا در این مدار پرت که به گرد خیش چرخ می‌خورم و هر چه با پر نگاه میپرم به هیچ جای آشنا در آن سوی درون خیش ره نمیبرم و هر خبر که آورند پیک های کهکشانی از ستارم گواه دیگری شود به بی ستارگیم و مهر دیگری زند به قربت همارم. روانشون شاد. میدونید گرد همایی امشب ما به مناسبت یاد بود یا بزرگ داشته دانشمند فضای ایران دکتر فیروز نادری. اولین سخنران ما آقای مهندس محسن مستجابی هستند، از اعضای بسیار قدیمی کانون و عضو هیئت مدیره پویا. و میدونید که پویا Professional Organization of Iranian American Association که بخشی از کانون فرهنگ ایرانیان اطلنطا. مهندس مستجابی لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه لندن در انگلستان دریافت کردند و به ایران برگشتند و چند سال به عنوان مهندس تأسیسات تهویه در ایران کار کردند. پس از انقلاب به امریکا آمدند و فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک دریافت کردند. ایشان بیش از 40 سال در رشته تأسیسات ساختمان در امریکا کار کردند و به مدت 27 سال شرکت خودشون رو داشتند. به گفته ایشان همواره نسبت به کسانی که در راه علم و صنعت کوشا بودند علاقه داشتند و با دکتر نادری که یادش گرامی باد در اطلنطا آشنا شد و علاقه و احترام ویژه‌ای به ایشان پیدا کردند. به دکتر نادری، آقای مهندس مستجابی،
با تشکر از حضورتون. خواهش میکنم فرمایشاتون بفرمایید. با عرض تشکر از جناب عالی سرکار خانم دکتر گرجی، بنده در درجه اول خواستم که از خواهرزادم خانم دکتر مهناز شیرازی عد تشکر کنم که در جمع‌آوری و این مقاله با من کمک کردن. دکتر فیروز نادری در اسفند ماه سال 1125 در شهر شیراز چشم به جهان گشود، شهری که نامبردار است به بیان اسرار مگوی کیهان و راز جهان به سحر شعر. او سیر و سفر خود از شیراز برگرد این جهان را بی وقفه وقف آموختن و دانایی کرد. به قول فردوسی، ملیاس های زاموختن یک زمان، زدانش میفکن دلن در گمان. و هم او باز میفرماید زمانی میاس های زاموختن، اگر جان همی خواهی افروختن. و او جان شریف خود را پیوسته با آموختن افروخت. تحصیلات ابتدایی خود را در شیراز شهر راز به پایان رساند و دوران دبیرستان را در مدرسه شبانه روزی ایتالیایی دانباسکو و یا اندیشه به پایان رساند و فارغ التحصیل شد. اگرچه حتی یک دم از تحصیل دانش در عمر پربار خود غافل نشد. او پس از اخذ دیپلم دبیرستان ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و در دانشگاه ایالتی آیووا که در شهر ایمز قرار دارد لیسانس خود را در مهندسی برق اخذ کرد، اگرچه ایشان ابتدا قصد داشت معماری بخواند. سپس در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فوق لیسانس و دکترا گرفت. پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگشت، به خدمت سربازی رفت و به سمت مدیریت فنی مرکز سنجش از دور ایران نیز منصوب شد. اما چندی بعد در حالی که قصد داشت در ایران به کار و فعالیت ادامه بدهد، به دلیل کمبود امکان تحقیق و پژوهش در حوزه مورد نظر خود و وقوع انقلاب ایران را ترک کرد و به آمریکا بازگشت. او سپس به استخدام سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا درآمد و در مدت حضورش در ناسا سمت‌های مختلفی را در حوزه‌های فنی و مدیریتی به عهده گرفت. از نظارت و مدیریت بر ارسال ماهواره‌های مخابراتی متحرک، رادارهای دورسنج، رصدخانه‌های تحقیقاتی اخترفیزیک تا اکتشافات در مریخ و سایر اجرام منظومه شمسی، همه زمینه‌های کاری او در ناسا بودند. وقتی به آزمایشگاه JPL یا Jet Propulsion Lab ناسا پیوست، ابتدا به عنوان مدیر آزمایش‌های پروازی علوم فضا در این سازمان به کار پرداخت. او در سال 1996 مدیر پروژه منشأ حیات ناسا شد. این پروژه در پی آن بود تا با بررسی چگونگی پیدایش حیات بر زمین به امکان وجود حیات در فضا دست یابد و در گام نخست محدوده منظومه شمسی را از این منظر مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد. ناسا در سال 2000 پس از دو بار ناکامی دانشمندانش در هدایت و به ثمر رساندن پروژه اکتشافی مریخ، تصمیم به توقف آن گرفته بود، ولی دکتر نادری با ارائه طرح خود آنها را مجاب کرد تا یک بار دیگر به این برنامه فرصت دهند و به این ترتیب وی
مدیر پروژه اکتشاف در مریخ شد. یک سال بعد تیم تحت نظر دکتر نادری موفق شد مدارگرد آدسی را به مدار مریخ بفرستد. با این موفقیت امکان رایزنی برای اختصاص بودجه بیشتر باز شد و با تلاش‌های فیروز نادری پول بیشتری به پروژه تزریق شد. از آن پس تا سال 2004 دو مریخ نورد اپورتونیتی و اسپریت نیز بر مریخ فرود آمدند. دکتر نادری پس از فعالیت‌های بسیار سرانجام در سال 2016 از خدمت در ناسا بازنشسته شد تا به فعالیت‌های مورد علاقه خود که عبارت بودند از خدمات انسان دوستانه، هدایت و مدیریت استارتاپ‌ها و سخنرانی و راهنمایی جوانانی که او را به عنوان الگوی خود برگزیده بودند بپردازد. این فعالیت‌ها برای او بسیار ارزشمند بود و برای ایشان ارزشی حتی برابر با فعالیت‌های علمی داشت. دکتر نادری در مصاحبه‌ای با کلتک عنوان کرد که پس از موفقیت پروژه مریخ، رسانه‌های گوناگون با ایشون به مصاحبه پرداختند و خبر موفقیت و درخشش مدیر ایرانی آمریکایی پروژه به ایران و به گوش جوانانی رسید که در ایران پیوسته در تلاش برای پیروزی‌های علمی و رشد و شکوفایی‌اند. این امر از او الگو و قهرمانی در چشم جوانان هموطنش ساخت. زنده یاد دکتر نادری. در طول حیات خیش با بسیاری از این جوانان ارتباط برقرار کرد، به این پیام‌ها و پرسش‌هایشان پاسخ گفت، به حمایت و هدایت آنها پرداخت، در جایی که بسیاری از این جوانان او را نه تنها الگوی خود که دوست صمیمی خود می‌پنداشتند و خبر موفقیت‌های حرفه‌ای، تحصیلی و حتی عاطفی‌شان را پیش از آن که به پدر و مادر خود بگویند اول با او در میان می‌گذاشتند. دکتر نادری که فرزندی نداشت تمامی جوانان را فرزندان حقیقی خود می‌دانست. او به پاس‌های تلاش‌ها و موفقیت‌های بی‌نظیر علمی‌اش به دریافت چندین مدال افتخار نیز نائل آمد، از جمله مدال افتخار الیس آیلند در سال 2005، مدال رهبری برجسته ناسا و مدال خدمات برجسته ناسا و جوایز درخشان دیگر. همچنین اتحادیه بین المللی اخترشناسی در سال 2016 به پیشنهاد ناسا سیاره‌ای در منظومه شمسی را که فاصله میان مریخ و مشتری قرار گرفته و به دور خورشید می‌گردد به نام نادری 5515 نامگذاری کرد. اشاره به این نکته مهم در یادبوده ایشان ضروری است که هرچند بهره‌مندی از دانش نقش عظیمی در موفقیت پروژه‌های فضایی دکتر نادری در ناسا داشته است، اما موفقیت او بیش از برخورداری از علم و دانش و بهره هوشی بالا به دلیل بهره‌مندی مثال زدنی او در زمینه هوش احساسی، عاطفی یا همان هوش هیجانی بوده است. از همین رو بود که ایشان را از سوی ناسا به سمت مدیریت علمی پروژه های اکتشاف مریخ برگزیده شد، چرا که مدیران ناسا می دانستند که او از توانایی برقراری ارتباط میان افراد دانشمند و ایده های متعدد برخوردار است. او به تعبیر خودش افراد را به دو دسته آی پیپل و تی پیپل تقسیم می کرد. افراد دسته اول در رشته تحصیلی و دانشگاهی خود به تخصص عمیق می رسند، اما اغلب از برقراری ارتباط میان آموخته‌هایشان با سایر تخصص ها ناتوانند. گروه دوم شاید تخصصی به عمق گروه اول نداشته باشند، اما اطلاعات جامعی در زمینه حوزه‌های مرتبط با یکدیگر دارند و اغلب می توانند با برقراری ارتباط میان حوزه‌های گوناگون
دانش به حوزه‌های گوناگون دانش به درک درست و روشنی از سازوکار مسائل دست پیدا کنند. زنده یاد دکتر نادری، دانشمندی جامع الاطراف بود که علاقه بسیاری به دانستن، به دانش و دانستن داشت. از این رو توانست در حوزه‌های متعدد دانش به کسب اطلاعات بپردازد و با بهره‌مندی وسیع از هوش هیجانی هنگامی که در مقام مدیریت پروژه‌های ناسا قرار گرفت، موفق شد میان دانشمندان متعلق به گروه آی که از حوزه‌های متنوع علمی در ناسا گرد هم آمده بودند ارتباط برقرار کند. میان حوزه‌های گوناگون تخصصی و تکنیک و دانش آنان پل بزند و آنها را به سوی یک هدف رهنمون سازد. و این راز موفقیت او در پروژه منشأ حیات در مریخ و سایر پروژه‌های درخشانی بود که هم خود در آنها خوش درخشید و هم توانست برای جامعه جهانی دستاوردهای زیادی برقمان بیاورد. در اینجا باید یادآور شوم که دکتر نادری در سال 2017 به دعوت پویا با آتلانتا آمد و دو سخنرانی، یکی در کانون ایرانیان و دیگری در یک مهمانی رسمی که در منزل یکی از هموطنان برگزار شد انجام داد. از این طریق جامعه ایرانیان توانست مبلغ قابل توجهی برای ادامه کلاس زبان فارسی در جورجیا تک به دست آورد. می توان این بیت رودکی را به حق در رسای او تکرار کرد: از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. و با قول مولانا، مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. من عرایزم رو از شیراز شروع کردم و باز با شعری از لسان الغیب حاج حافظ شیرازی به پایان میرسانم که میگوید: مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. بنده عرایزم به خاتمه رساندم و حالا باید یک دونه کلیپ، ویدیو کلیپ اگر حاضر است اون رو ببینیم. عرض دیگه ندارم. خیلی متشکرم. خدا که کلن نداره. راجع به ناسا چند تا سوال برام پیش اومده که میخوندم که یک مرکز ایندیپندنته. یعنی چی ایندیپندنت؟ ایندیپندنت یک سازمان دولتی هست. آها. یعنی بودجه رو همونجوری که شما میگین یه چیز بین 20 تا 25 میلیارد دلار سالها بودجهش هست. البته خصوصا بعضی وقتا هم میگن که چرا ما یه دفعه که ماه رفتیم 50 سال 60 سال پیش دیگه نرفتیم، خاطر اینکه گرونه. یعنی اون موقع که ما رفتیم ما تقریبا 6% از بودجه کل آمریکا رو میدادن به ناسا، الان 0.5% میدن. از 6% به 0.5%. چرا تحقیقات کمتر شده یا؟ نه، بلکه اون موقع دلیل اصلی رفتن به ما این رقابت با شوروی بود، ولی حالا دوباره شروع شده این. شاید دفعه بیشتر هم به خاطر رقابت با چین، بلکه چین حالا خیال داره بره. این دفعه میخوان که بگن که the first woman. خوبیش هم این است که 14 نفر رو انتخاب کردن، 7 تا مرد 7 تا زن و یکی از 7 تا زن ایرانی هست. شانس اینی که مثلا اون اولین زنی باشه که پا روی ماه بذاره اونم امکان داره. یعنی شانسش یک از 7ه. 7 نفر خانم هستن و مسلما یکی از این 7 نفر خواهند بود. بله. یک سوال دیگه که در این باره دارم آقای دکتر، وقتی که مریخ و اون اتفاق افتاد و سیاره نشست و شما مسئولش بودین، چه حسی داشتین؟ من یادم میاد اولی که نشست، CNN هم اونجا بود و داشتن فیلم برمی داشتن اینا، نشست و اعلام کردن که سالم نشستیم. برگشت به من گفته که
فیروز الان CNN داره فیلم برمی‌داره و تو داری گریه می‌کنی و من زدم بیرون از اون سالن کنترل، زدم بیرون رفتم توی هالوی، اونجا دیگه آره دیگه اشکا پایین اومد. خیلی یه چیز خیلی پرسونال هست. بفرمایید. چقدر امروز دانشگاه رفتیم، دریا رفتیم، حالا دیگه ویلکام، آره دیگه ویلکام تو مای، ویلکام تو مای هوم. بله، همونجور که گفتم حدود 30 ساله که من اینجا زندگی میکنم. بفرمایید. آقای دکتر، خونتون هم شبیه که از این سیاره هاست. اغلبش کار نقاشای ایرانی هست. آره، حالا من نشونتون دادم، این کار خانم زهره پرتوی هست. این همون چیزی که گفتید. آره، این اون حقیقت سیارکی که اسمش نادری هست اینجا هست. چرا نشون این سیارک بزرگی که مدارش بزرگ هست، ولی خودش 10 کیلومتر بیشتر نیست. ساز کوچولو. بله، که اینجا که ماه باشه و بعد مرکوری و وینوس و ارث و خوشبختانه به زمین هم برخورد نخواهد کرد. دیگه از کارهای دیگه اینه که مال کار خانم بیتا وکیلی هست. یکی که ممکنه براتون جالب باشه این عکس اینجاست که این عکس حقیقی هست از سفینه کسینی، اینو از زحل گرفته. منتها اینقدر به زحل نزدیک بوده که قرص زحل رو نمیبینین. بعد اون خط سیاهی که میبینین تمام رینگ های دایره های دور زحل هست که از بغل دارین میبینین، بنابراین به عنوان خط صاف باشد. اگه بیانسین بالاش نگاه میکردین تمام اون رینگ رو میدیدین. دیگه این ور جا اون یه دونه عکس از آقای کیارستمی دارم. اون بله، بله، سیاه‌سفید. میدونین که وامیستاد موقعی که برف میمد، روز بعدش که آفتابی میشد میرفت و سایه درخت‌ها رو می‌گیرید. مثلا اینه که الان شما می‌بینین، این خود ساقه درخته، ولی این انعکاس برگای درخت از روی برفه که یه سری از این کار داره که خیلی زیبا هست. این چیه آقای دکتر؟ این عکس خودم هست، اون 3 سالی که رفتم ایران بعد از PhD گفتم توی ایران بودم، یه سفر رفتیم کلار دشت. واه، چقدر زیباست عکس. بله، این عکس کلار دشت گرفته شد. اینجا این عکسی که فکر کردم که جالب باشه براتون ببینین. این اگه نمیدونم یادتون باشه یا نه، روح و فرصت رو که ما نشوندیم، اینا نزدیک سطح مریخ که شدن یک کیسه بادی باز شد، دوروبر خودرو گرفت، بعد یه طناب رو بریدیم و این افتاد به سطح مریخ و مثل بسکتبال شروع کرد باونس کردن. بعد از تقریباً 25 تا باونس وایستاد. حالا این چیزی که اینجا میبینین، اون دفعه اول که به شتاب به این ماسه های نرم جای خودشو گذاشت و بعد قلط خورد رفت پایین تر، دیگه اونجا باز شد، خودرو اومد بیرون، بعد برگشت سر جاش و این عکس رو خودرو گرفته از جای اون. اینم از جوپیتر گرفته شده، سفینه گلیلئو گرفتتش، که من البته چاپش سیاه‌سفید چاپش کردم، خودش رنگی هست. اونم ماهی از جوپیتر هست به اسم یوروپا و احتمال زیاد ما میدیم که احتمالاً زیر سطح یخزدش زیرش یک دونه اقیانوس هست که فکر میکنیم توی اون اقیانوس احتمال بیولوژی وجود داره. واو. اینه که ما اول داریم میریم دو سال دیگه دونه سفینه میفرستیم که عکس بگیره روش، بعد چند سال بعد از اون میریم در سطح این ماهواره میشینیم و بعد یعنی ماه، و بعد در آخر سر یک چیز نوکلیر میاریم که با حرارت نوکلیر اون یخ و آب بکنه بره توی اون اقیانوس، که این مثلا توی 10-15 سال آتی انجام خواهد شد. خوب آقای دکتر، تا اینجا کلی زندگیتون رو مرور کردیم و رفتیم به
سیاره های مختلف و این حرفا، ولی اولین سیاره که شما روش زمین اومدین کجا بود؟ من توی خیابون فردوسی شیراز به دنیا آمدم. سال اول و دوم یک دبستانی بود به اسم ابن سینا، اونجا رفتم. بعد بقیه ابتدایی رو یک مدرسه بود به اسم دبستان نمونه، اونجا رفتم. و یک سال از دبیرستانم، یعنی سال هفتم دبیرستانم، مدرسه شاپور رفتم. بعد از کلاس هفتم دیگه پدر مادرم من رو گذاشتن توی یک مدرسه شبانه روزی توی تهران. اون موقع هم من پدر مادرم از هم جدا شده بودن، فکر کنم که اینم یکی از دلیلش بود. اون شبانه روزی توسط کشیشای ایتالیایی اداره میشد و خب ما تقریبا دیگه تمام وقت اونجا بودیم. مثلا فقط جمعه ها میمدیم بیرون و میرفتیم حالا سینما یا یه جایی. با وجودی که باز من قسمت تینیجرم و توی ایران بودم، ولی توی جامعه ایران نبودم، بیشتر توی اون محیط. ولی بعدها برگشتید برای همون یکی دو سال دیگه؟ بعد برگشتم، ولی این موقع که دبیرستان رو تموم کردن 18 سالم بود که دیپلم گرفتم و یکی دو هفته بعد از اون من از ایران اومدم بیرون که اول یه توقفی داشتم توی لندن اون تابستون، بعد دیگه آمریکا که برای فوق لیسانس و فوق لیسانس و پی اچ دی که صحبتشو کردیم. دیگه بعد از که دکترا تموم شد، همونجور که بهتون گفتم، 3 سال برگشتم ایران. ولی ایرانی که من میشناسم از اون 3 سال هست که خب میرفتیم شمال، میرفتیم شیراز، میرفتم تهران، میرفتم اصفهان. این قسمت از ایران رو من اون بین 30 و 33 چیز کردم. بنابراین من روی هم رفته 21 سال ایران بودم، 18 سال اول و بعدم 30 تا 33. یعنی الان که به ایران فکر بودین، پررنگ ترین چیزی که به جلو چشتون چیه؟ بیشتر یاد دبیرستان تهران هستن. ما حتی تابستونا که همه دیگه تابستون میرفتن، این مدرسه یک اردوگاهی میذاشت توی نوشهر شمال. بله. و اون تابستونا خیلی خاطر انگیز است برای من، به خاطر که بچه های همسن اونجا میرفتیم، میرفتیم کوهنوردی و شنا و والیبال و فوتبال و غیره. پسرونه بود. بله. برای من توی کشوری به دنیا آمدم که یک کشور خیلی کهنی هست، چندین هزار سال، و بعد توی کشوری زندگی کردم که خیلی جوون هست، 300 سال 400 سال و خیلی از لحاظ تکنولوژی پیش رفته. خودم خیلی خوششانس میدونم که هم به اون کالچر فرهنگ وابسته هستم، هم به این کالچر. یکی از من پرسید، این مثال رو زدم، بعضی هم منو نقل قول میکنن که تو حالا بعد از این همه سال، حالا 21 سال ایران بودم، 50 خورده سال آمریکا بودم، خودتو بیشتر ایرانی میدونی یا آمریکایی؟ میگم نمیتونم بگم. اگه شما یه دونه تخم مرغ رو بگیرین و همش بزنین، بعد زرد و سفیده اینقدر با هم داخل شدن که دیگه نمیتونین زرده کجاست سفیده کجاست، هر دوتاش با هم هست. خب امروز که کلی وقتتون رو گرفتی، من الان میخوام ساکت ساکت بشینم به شما بگم اون دوربین چه میگی؟ من این نظر رو همیشه گفتم که میگن ایران یک کشور خیلی غنی هست، از تمام منابع و گاز داریم، نفت داریم، ولی حقیقتش این هست که ثروت اصلی ایران جووناش هستن و باید به اونا رسید. دولت باید خواست اونا رو برآورده بکنه، آتیه اونا رو تأمین بکنه. اینه که ثروت ایران هست، گاز و نفت نیست. بچه های ایران، حداقل اونایی که میان اینجا من میبینم، به قدری با استعداد و باهوش هستن که توی بهترین دانشگاه های آمریکا که میرن هنوز برجستگی دارن. اینه که میدونم که استعداد اونجا هست، فقط باید اون
استعداد آبیاری کرد و اگر که دولت کوتاهی کنه در این باره، آخر سر کسی که باخت خواهد داشت ایران خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از آقای مهندس مستجابی و واقعا دیدن این کلیپ چقدر جالب بود. سخنران دوم امشب آقای دکتر معبود انصاری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی، عضو هیئت ویراستاری بنیاد فرهنگ ایران در نیو اسکول یونیورسیتی و از اعضای کمیته فرهنگی کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا هستند. ایشان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه مهاجرت و نسل‌های بعدی مهاجران و نسل ایرانی امریکایی که روانشناس دکتر نادری یکی از آنها بود هستند و کتاب ها و مقالات متعدد در این زمینه نوشتند و سخنرانی کردند. ایشون درباره بینش اجتماعی دکتر فیروز نادری صحبت خواهند کرد. آقای دکتر انصاری بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم. ضمن درود و سپاس و اظهار خوشبختی از این بزرگ داشتی که به حق شادروان نادری شایسته اون بود. من حقیقتش به دقت که گوش کردم به شرح حالی که آقای مهندس مطرح کردن، این نکته یک باره به ذهنم آمد که آیا یکایی که ما فرد دیگری را میشناسیم که با این وسعت در زمینه علمی پیشتاز بوده باشه و همزمان وابستگی، دلبستگی، توجه، علاقه و شورش به ایران و جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی باشه، من کمتر میشناسم. به همین دلیل واقعا مفهوم شخصیتی فراتر از زمان در اینجا کاملا مصداق پیدا میکنه. و این نکته ای که خدمت شما عرض کردم خانم دکتر، که اون چه برای من مورد توجه من بوده، با توجه به یادداشتایی که از ایشون دارم و الانم باز پخش مصاحبه‌های اون رو گوش میکنم، مفهوم واقعا بینش جامعه شناختی است. این همون بینشی است که من در این چند سال در یکایی که انجمنها و کانونها دیدم به چشم خورده و یکایی که کسانی که فعال باقی موندن تو جامعه ها همین بینش را داشتن و دنبال این بینش بودن. به این ترتیب هرچند که واقعا شادروان نادری جامعه شناس نبود، ولی در مصاحبه ها، در صحبت ها، حتی در همین کلیک که امروز گوش کردیم، دیدیم که واقعا نگاه ایشون، برداشت ایشون چقدر جامعه شناختی است. این مفهوم بینش جامعه شناختی یه مفهوم است که در سالهای 50 یه جامعه شناس در امریکا مطرحش کرد و در واقع انتقاد کرد از جامعه شناسی به طور کلی، که اون به جای اینکه به دنبال آمار و ارقام پراکنده باشه، کمتر توانسته تحلیلی ارائه بده که ارتباط میان حوادث بزرگ و شرحالهای افراد را بتونه بیان کنه. و اتفاقا به همین دلیل فکر کردم واقعا شرحال، شرح زندگی ایشون
نموداری است از این که چگونه از با توجه به این بینش جامعه شناختی ما می توانیم به واقعا نگاه جامعه شناسون پی ببریم. نگاه کنید چگونه ایشون این مفهوم هویت اتنیک، هویت قومی، یعنی هویتی که ما خودمون را با اون می نامیم، ایرانیان امریکن، چگونه ایشون این را فهمیده و چگونه دوست داره که بیانش کنه. درسته که فرهنگ ها با هم امتزاج پیدا نمی کنن مثل موقعی که زرد تخمق با سفیده تخمق یکی میشه، ولی این مصداق این هست که چگونه یکایی که ما اون پرنده هایی هستیم که دو بال داریم، یک بال اون بالیست که آموختیم و فهمیدیم و با خودمون آوردیم و هنوزم به اون افتخار میکنیم، حال دیگر ناشی از تجربه زندگی سالها دور از وطن بودنه. مفهوم دیگری که باز ایشون خیلی دنبال بود که یکی دوتا از انجمنها که من به سخنرانیش رفته بودم و با هم صحبت میکردیم، مفهوم این چگونه باید وفادار ماند به فرهنگ و به خصوص مورد توجه ایشون زبان فارسی بود و خوب پی برده بود و چیزی که الان دلسوزان انجمنها سرلوحه فعالیتشون قرار دادن که به هر ترتیب باید تعدادی از نسل دوم، تعدادی از نسل سوم در اینجا فارسی یاد بگیره، برای اینکه مسئله صحبت کردن با زبان نیست بلکه مسئله آشنا کردن به ارزش‌ها و فرهنگ. ایشون اصرار داشت واقعا و به همین دلیل هرگاه از ایشون دعوت میشد و هرگاه بنیادی از ایشون من خبر دارم میخواست که کمک کنه به راه انداختن مدارس فارسی در انجمن خاصی، ایشون پیشقدم بود. یک بار دیگه من تاکید کنم که درست ما امروز بزرگ داشته شادروان نادری را در اینجا داریم، ولی حقیقت این بزرگ داشت جامعه ایمونه، جامعه ای که هم اکنون درش صدها دانشمند، صدها متخصص و تعداد انگوش واقعا زیادی از نسل دومی ها که راه و رسم پیشرفت را آموختن، از جمله از ایشون آموختن، وجود داره. به همین دلیلی که اگر نگاه کنیم الهام بخشترین فرد جامعه ایرانی به حق و به درستی ایشون هستند و ما باید منتظر باشیم که به هر روز محصول این باغ به پرورده بشه و باز هم بیشتر و بهتر تصویر جامعه ایرانی را یک تصویر مثبت‌تر کنند. دوستان همه فعال هستید خبر دارید واقعا به استناد شاخص‌های جامعه شناسی قومی، جامعه ما در امریکا امروز جامعه متشخص، یه جامعه برجسته است. برجسته بودن این جامعه واقعا مدیون زحمات، مدیون پیشتازی ها، مدیون از خودگذشتگی ها یه افرادی مثل نادری هستند، به اضافه همون نسلی که مثل نسل خود من که هنوز سعی و تلاش دارن که این کانون ها و این مراکز را حفظ کنن. به این ترتیب بزرگداشت امروز آقای نادری نموداری است، مصداقی است از بزرگداشت هایی که ما در پیش خواهیم داشت و در متن این جامعه دارن پرورش میکنن. من بارها البته این را اشاره کردم که در یه مرحله ایرانی ستیزی در اینجا همه ما رو رنج میداد، از جمله کسانی که دست به قلم برد و نوشت اون زمان به رئیس جمهور سابق ترامپ و که این قدغن کردن ورود مهاجران به اینجا از جمله مهاجران ایرانی و که جزی از مهاجران مسلمان به حساب آمده بودند، این ضرر بزرگی است به جامعه.
و انتقاد کرد و تاکید کرد که این از هیچ معیار با هیچ معیار درست نیست. یه نمونه دیگه که من در جریان بودم، واقعا نامه شکایت آمیز، گله آمیزی بود که ایشون نوشت به سناتور کالیفرنیای جنوبی لنزی گرام که تو درسته که میگی من شوخی کردم، ولی چگونه به خودت حق دادی توی فاکس نیوز بگی که اگر خون بفهمم که خون ایرانی توی دی ان ای من خواهد بود شرمسار میشم، و ازش خواست که عذرخواهی کنه از جامعه ایرانی. خب ببینید، این حرکت ها و این قدم ها گویا این بود که ایشون هیچگاه حاشیه نشین نبود، بلکه با توجه به این که البته خودش اونقدر فروتن بود که میگم من دانشمند نیستم، من دانشمند خطاب نکنید، ولی واقعیت اینه که از جمله دانشمندانی بود که نخواست در حاشیه باشه و میدونست و باور داشت که آگاه ماندن از ایران و فرهنگ ایرانی یک میراث بزرگی است که ما برای نسل آینده می‌گذاریم. من صحبتمون در اینجا تمام می‌کنم، قرار بیشتر از 10 دقیقه نباشه. همینقدر تاکید کنم که واقعا این هنوز از تلیعه سحر است. صبح صادق که بدمد خواهیم دید که اون کسانی که ملهم بودن از نادری و راه او را دنبال کردن واقعا کسانی هستن که سعادتمندی جامعه ایرانی را تضمین کردند. خیلی متشکرم آقای دکتر معبود انصاری، استاد همه ما. هر وقت که شما صحبت میکنید واقعا در دل من احساس غرور ایجاد میکنید که ایرانی هستم. من هیچ وقت فراموش نمیکنم، مخصوصا وقتی اشاره کردید به نسل ما که با حضور و زنده نگه داشتن این کانون ها و فعالیت های فرهنگی سعی میکنیم که فرهنگ غنی ایرانی رو به امریکایی‌ها و دیگران بشناسیم. سپاسگزارم. خواهش میکنم به یک کلیپ دیگه از آقای دکتر نادری توجه کنیم. The honor is all yours for making such a difference in the life of so many. As the piece said, I have spent the past 10 years, been fortunate enough to work with the NASA colleagues to look for life outside of the Earth. But it is nights like this, which I understand as noble as that pursuit is, it's even more noble to cultivate, to tend, to nurture the life on this planet. I want to tell you, if you indulge me for 1 minute, tell you a short story, should take a minute. I know a lady, a dear friend in Los Angeles, who wouldn't want me to mention her name, been battling cancer for the past 10 years. But rather than wallowing in self-pity, she decided that she wanted to help underprivileged people in south of Tehran. These are people in middle school who have a spectacular academic record, but cannot go to school because their parents cannot afford to send them to school. In some cases, they cannot afford to feed them. So gradually, she recruited some of us to sponsor a child. And now she has 200 kids. I have one, 12 years old. His name is Muhammad. So a couple of Nowruz ago, when my friend was going to Iran, I thought I would give something a little extra, you know, so that she can have, he can have a new article of clothing, you know, for Nowruz. And then he sent me a picture clutching a black shiny shoes, pair of shoes to his chest as though it was more dear than life, you know, to him. Sent me a note saying how he thinks that I am his role model.
and thanked me for my generosity. Now, what he doesn't know is that I pray to God that I'm worthy of being his role model. So, thank you for all that you do. I don't know whether Muhammad will grow one day clutching the Nobel Prize rather than the pair of shoes that I help him buy. But whether it is the Nobel Prize or he just grows to be a decent human being, I think that's more important to me than anything I do for NASA. Thank you very much. چقدر این کلیپ زیبا بود و چقدر پرمعنا. یکی از خویشاوندان من که در دانشگاه فلوریدا استاده و با ناسا همکار میکنه، خانوم دانشمندی است که با آقای نادری هم تماس داشت و این خویشاوند از فروتنی این مرد داستانها گفت. خیلی خیلی زیباست، خیلی خیلی ارزشش از هر اندازه دانش که یک انسان داره به نظر من بیشتر. بریم به سراغ سخنران بعدی، آقای مهندس وحید صمیمی، از اعضای نازنین کانون فرهنگی ما هستند و عضو هیئت مدیره پویا. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران هستند و 35 سال سابقه کار در مشاغل فنی و تحقیق و تدریس در دانشگاه ها، انجام تحقیقات صنعتی در ایران و امریکا در زمینه سخت افزار دارد. آقای مهندس صمیمی درباره ابعاد شخصیت روانشناس دکتر نادری صحبت میکنم. آقای صمیمی عزیز، خواهش میکنم بفرمایید. میوت هستین. خب من متن رو نوشتم به خاطر صرفه‌جویی در وقت، ولی واقعا صحبت دلم بود که با یک تعهد یک طرفه نسبت به این مرد بزرگ به صورت کلمه در آمده. هیچ اطلاعی از برنامه ویدیو کلیپ ها و سخنرانی های محتوای سخنرانی های قبلی نداشتم، ولی برای خودم باعث تعجبه که چطور اینایی که خواهم گفت درست مثل این که جوش میخوره به مطالبی که تا الان همه شنیدیم. صحبت من درباره ابعاد شخصیت این فرده که همطور که گفتم هم با صحبت های دکتر انصاری جوش میخوره و هم با کلیپ ها و آقای دکتر آقای مهندس مستجابی. روز 9 جون 2023 خبر غیر منتظره، شوکه کننده و تلخ درگذشت دکتر فیروز نادری را شنیدیم. کسی باور نمی کرد که در فاصله کوتاهی از یک حادثه کوچک این انسان بزرگ بر زمین افتد، راهی و بستری تخت بیمارستان شود، ارتباط حرکتی سر و بدن از بین برود و ناباورانه و ناگهان زندگی پربارش
روی کره زمین به پایان برسد. سری که سر در مریخ داشت و دستی که دستاندرکار بزرگترین پروژه‌هایی بود که بشر برای گسترش مرزهای دانش در آن تلاش می‌کرد و گام‌هایی که بزرگترین تیم‌های افراد نخبه ناسا را همگام به سوی موفقیت هدایت می‌کرد و قلبی که برای دانش و انسانیت و وطن می‌تپید. این قلبی استاد و برای او زمان هم دیگر ایستاد. ما که امروز برای بزرگداشت فیروز نادری جمع شده ایم، فرصتی است که از یاد او و توجه عمیق‌تر به او بیشتر بیاموزیم و بهره‌مند شویم. کارها و ابعاد متفاوت وجود و رفتار و شخصیت او در عین سادگی ظاهری عمیق، اصیل و خاص بود. در مراسمی که سالها پیش، حدود 5-6 سال پیش، برای بزرگداشت و درگذشت نابغه ریاضیدانمان خانم مریم میرزاخانی تشکیل شده بود، فیروز نادری حضور یافت و سخنرانی خود را با این کلمات شروع کرد. امروز که ما همه اینجا هستیم، 360,000 انسان دیگه به دنیا آمدن امروز و نزدیک به 150,000 نفر انسان دیگه از بین رفتند همین امروز. ما میاییم و میریم، ولی بعضی ها هستند که اون مدت زمانی که توی این زمین هستند اثری جای خودشون میگذارن که تاریخی است. این پایان سخن ایشون. و ایشان یعنی دکتر نادری کاری کرد و زندگی کرد تاریخی و همیشه ماندنی. دکتر نادری را عموم تنها به عنوان یک فرد ایرانی آمریکایی موفق و مشهور ناسا میشناسند، ولی من میخواهم او را یک فرد نادر، واقعا نادر، و یک شخصیت برجسته و دارای ابعاد و وجه‌های گوناگون وصف کنم که همه در یک وجود جمع شده بود. اول، یک نمونه کامل و متعادل، نمونه کامل و متعادل از یک فرد مهاجر ایرانی آمریکایی. گفته بود من دو کشور دارم و به هر دو کشورم افتخار میکنم، به هر دو مدیونم و برایشان تلاش میکنم. دومین مطلب، توانایی مدیریت در بالاترین و مهمترین و پر ریسکترین پروژه فضایی. گفته بود که در ناسا توانسته بود بین افراد و متخصصان و دانشمندان بهترین ها را انتخاب و جذب کند و روابطی بینشان برقرار کند که همه تیم ها و افراد متخصص با انگیزه و علاقه بدون استکاک بلکه هماهنگ برای اهدافشان تلاش کنند و موفق شوند. و موفق شد. سومین جنبه‌ای که من بیان می‌کنم سادگی و صراحت در بیان و در کارهایی که انجام می‌داد. به نظر من این بی‌پیرایگی در او، گرچه ممکن است معمولی و آسان جلوه کند، ولی سادگی در بطن خود پختگی و قدرت
و قطعیت در تشخیص لازم دارد که او داشت. ساده سازی خود هنر است و سادگی ساده نیست. چهارم، فروتنی کاملا مشهود. در این فیلد کاری فضاییشون در ناسا، شاید سخن کارل سیگن، فارسی کارل ساگان میگن، کارل سیگن مصداق داشته باشد که میگوید It has been said that astronomy is a humbling and character building experience. گفته شده است که نجوم تجربه فروتنانه و شخصیت ساز است. اما در مورد دکتر نادری این فروتنی نه تنها در اثر موضوع کار و افکار و حرفه و زندگی به صورت اکتسابی بلکه ذاتی بود. 5 وجه ایشون انسانیت و اخلاق. آنچنان بارز بود این دو صفت ایشون که نیازی به توضیح من نیست. فقط به عنوان یه مثال، البته تو پرانتز بگم همین ویدیویی که دیدیم و من نمیدونستم که پخش میشه، به عنوان مثال بیاد میآورم که در مراسمی که صحبت میکرد و از نداشتن کفش برای بچه ها میگفت چطور منقلب شد و چقدر احساس مسئولیت میکرد. وجه ششم، برجسته بودن هویت ایرانی او و تأکید بر آن و اقداماتی که برای کمک به ایران و مردم ایران انجام میداد. در روزهای سخت همیشه در سمت مردم بود و در پی اینکه از جایگاهی که دارد چگونه میتواند مؤثرتر عمل کند. همچنین حضور و چهره او برای معرفی و ترمیم هویت ایرانی در خارج بسیار با ارزش است. یا میتوان حتی گفت او یک میراث ملی ایران است. 7 وچه، حضور در مراسم و مجامعی که با سخنرانی افکار خود را به مخاطبان بیشتری برسانند و انتشار عمومی دستاوردهای با ارزش خود یا مشارکت در اقداماتی برای کمک به مردم. و نهایتاً 8 وجهی که من بیان می‌کنم، وطن پرستی. گرچه سالها بود که به ایران نرفته بود ولی دلش در آرزوی آن وطن تنگ بود. در یک مصاحبه گفته بود، به زبان خودش میگم، اگه ایران برم میخوام برم جاهایی رو که اون موقعها میشناختم رو ببینم. کوچمون، مدرسه، خونه، که ممکنه الان اونجاها عوض شده باشه یا اصلا دیگه نباشه، یا یک نوروز رو در ایران باشم. میخوام با جوانای 17-18 ساله صحبت کنم یا دانشجوها صحبت کنم و حرفاشون رو بشنوم. بگم که میدونم شرایطتون خیلی سخته ولی تلاش کنید و از آرزوهاتون دست نکشید و امیدو از دست ندید. میخوام برم خیابون پهلوی که حتما حالا اسم دیگه ای داره و اونا که فال گردو یا گوجه سبز میفروشن رو ببینم. میخوام برم فقط نونوایی یه نون سنگک بخرم. فیروز نادری آخرش نون سنگک نخرید. متشکرم. ما از شما متشکریم آقای مهندس صمیمی. بسیار 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 ممنونم که در این برنامه شرکت کردین.
خواهش میکنم به یک کلیپ دیگه از آقای دکتر نادری توجه کنید. و این زندگی is, as they say, is about the journey, درباره مسافرت نه درباره مقصد. و شما باید از اون مسافرت زندگی لذت ببرید. اگر تمام هوش و حولتون روی مقصد هست، از اون مدتی که طول میکشه 10 سال 15 سال 20 سال که طول میکشه به مقصد برسین، اون مقدار زیادی از زندگیتونه. باید از اون لذت ببرید. شما مسیر زندگی که در مقابلتون هست یک جاده صاف آسفالت شده نیست، پیچ و خم داره، بالا پایین داره، یه قسمتش خاکیه، یه قسمتش از بغل دره ممکنه بگذره و این نمک زندگیه، این چاشنی زندگی هست و باید ازش نه تنها ناراحت نشین از این پیچ و خمها، باید ازش لذت ببرین و بعد که برمیگردین نگاه میکنین به مسیری که طی کردین متوجه میشین که چه موفقیت هایی داشتین. اگر زندگی یه جاده صاف بود از اولم بدون استحقاق، از اولم یه تکونتون میدادن که میغلطیدین به قانون نیوتن، برای ابدم پیش میرفتین بدون استحقاق، زندگی خیلی جالبی. چه توصیه جالبی. آخرین سخنران ما آقای دکتر حمید عربنیا هستند، از دانشگاه کنت در انگلستان درجه دکترا گرفتند در کامپیوتر ساینس و در دانشگاه جورجیا تدریس می‌کنند. ایشان سردبیر نشریه سوپر کامپیوتینگ از سال 1997 تا به حال هستند. مقالات بسیاری به چاپ رسوندن و از دوستان وفادار و مهربان کانون و عضو هیئت مدیره پویا هستند. دکتر عربنیا خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون. متشکر. ایشالله که صدای من بیاد، چون من جای دیگه هستم. نمیدونم صدا میاد خوب یا نه. صداتون خیلی مرسی. یک دنیا ممنون. من افتخار آشنایی با آقای دکتر فیروز نادری رو داشتم. خدا واقعا بیامرزتشون. واقعا یک انسان برجسته بودن. آقای مهندس صمیمی گفته هایی که گفتن واقعا قلب منو لمس کرد، چون همش واقعا درسته. من افتخار اینو داشتم که سالی 4 روز با ایشون در کنگره باشم که من رئیس اون کنگره بودم. به عنوان مدیر اون کنگره من اشخاص مهم دنیا رو دعوت میکردم و بهشون جایزه میدادم، Outstanding Achievement Award. و آقای دکتر فیروز نادری، آقای دکتر دیو پترسون که تمام کامپیوترهایی که الان ما استفاده میکنیم پروسسورش ایشون دیزاین کردن، آقای جان هنسی پرزیدنت استنفورد، خانم انوشه انصاری، آقای دکتر لطفی زاده خدا بیامرز پدر فازی لاجیک و لیست درازه. و این افتخارم داشتم که آقای دکتر فیروز نادری رو تقریبا 10 سال پیش دعوت کنم به کنگره و ایشون محبت کردن، بزرگی کردن، تشریف آوردن و یه لکچر دادن و من واقعا شیفته ایشون شدم و با همدیگه در اون کنگره که 4 روز بود صبحونه، نهار، شام با ایشون صرف میکردم و بعد از ظهر هم میرفتیم درینکی میخوردیم، کافی میخوردیم، جایی میشستیم صحبت میکردیم.
هرچی با ایشون صحبت میکردم به اضافه من همیشه دانشجوهای پی‌اچ‌دی من با خودم میبردم، دانشجوهام هم همیشه بودن، هرچی با ایشون صحبت میکردم واقعا شیفته ایشون میشدم، بیشتر شیفته انسانیت ایشون و چقدر عاشق ایران بودن و خواستم اینجا چند تا اگزمپل بگم که امیدوارم که و کسی هم نمیدونه که امیدوارم که به اصطلاح یک گوشه کار کوچیکی از آقای دکتر نادری گفته بشه. ایشون من یه مدت خیلی ناراحت بودم راجع به مسئله خلیج عرب و خلیج فارس که گوگل همه مپا رو عوض کرده بود به عنوان خلیج عرب. بعد من خیلی ها رو گرفتم از دانشجوها، از دوستان که برن بخش‌های جغرافی و بخش‌های تاریخ در دانشگاه‌های 10 تا اول برن امضا بگیرن که اسم اینجا خلیج فارس هست نه خلیج عرب. 500 تا اسم ما جمع کردیم، 500 تا سیگنیچر ما جمع کردیم و من فرستادم به مایکروسافت، به گوگل و به آقای نادری، آقای دکتر نادری تعریف کردم. ولی گفتم هیچ خبری نشد. ایشون به من گفتن که یکی از شخصیت‌های مهم گوگل یک شخص ایرانی هست که خودم من می‌دونستم، اسم نمیارم، با ایشون تماس بگیرید. گفتم شما آدرسشون رو دارید، کانتکتشون رو دارید؟ گفتن من فراهم می‌کنم با کانتکت‌هایی که داشتن. آدرس و کانتکت ایشون رو پیدا کردن، به من دادن، ولی گفتن به کسی ندید. و من اون پتیشنای اون چیزایی که امضا شده بود 500 تا ورقه بود فرستادم به ایشون ببینم ان شاءالله ایشون جوابی بدن، چون قدرت توانایی گوگل این بود که میتونست اون دیتا ستاشو عوض کنه بکنه خلیج فارس، فقط کارش 2 دقیقه بود. ایشون جواب ندادن، خیلی ناراحت شدم. 2 ماه 3 ماه صبر کردیم، هیچ جوابی نیومد. ناراحت شدم، یه مقدارم به اصطلاح سوار هواپیما شده بودم، قطر ایرلاین، اون مپی که جلوی صندلی هست زده بود دوباره عربیان گلف، خیلی بیشتر عصبانی شده بودم. برای این آقای ایرانی که در گوگل جز 5 تا دایرکتور گوگل بودن فرستادم، بعد از 2 ماه جوابی نیومد. یه نامه نوشتم، این دفعه سرتیفای کردم و نامه بی احترامی نوشتم که شما خونه تو دی ان ایتون خونه ایرانی نیست و نباید می نوشتم. آقای فیروزم به من گفتش که نباید می نوشتی هم چیزی رو، ولی خب من دیگه کاری شده بود که تموم شد. ایشون به من، یه خانمی به من تلفن کردن آفیس و به من گفتن که ایشون میخواد با شما صحبت بکنن. من با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتن شما تشریف بیارید سیلیکون ولی ایریا، من اونجا هستم، بشینیم صحبت کنیم راجع به این مسئله. من به ایشون گفتم که نه، شما میخواید با صحبت بکنید، شما تشریف بیارید جورجیا. بعد صحبت کردیم، گفتم من دارم هفته دیگه دارم میرم به کنفرانسی که چیر هستم، آقای فیروز نادری هم اونجا هستن، خانم انوشه انصاری هم اونجا هستن تو کنگره، اگه دوست داشتید میتونید ایشونا رو ببینید و بعد این صحبتمون هم در حاشیه انجام بدیم. خلاصه رفتیم اونجا و ایشون جوابی نداشتن، فقط راجب سیاست امریکا صحبت میکردن و این مسائل، به من جوابی ندادن. ولی خب آقای فیروز ما رو به قول معروف آشتی داد روی این مسئله، خیلی محترمانه، نه طرف ایشون رو گرفتن نه طرف من رو گرفتن، که من اونجا نشون میداد واقعا مدیر بزرگی هستن. یک چیز دیگه نظر ساینتیفیک مایند ایشون بگم که خیلی برای من مهم بود، این بود که در کنفرانس سال بعدش ایشون یه تبلت داشتن، این اشخاصی که در یک کشوری، چون اینجا سیاست صحبت نیست، در یک کشوری که شکنجه میدادن و عکس گرفته بودن از جاهای شکنجه و اینا رو کمپایل کرده بودن فرستاده بودن از یک ارگانیزیشنی به یونایتد نیشنز برای هیومن رایتس،
ایشون این رو تبلتشون این چیزا رو به من نشون دادن، صدها عکس بود و همطوری که نشون میدادن اشک از چششون اومد، یعنی نه اینکه یعنی گله گله اشک اومد بدون اینکه بخوان گریه کنن، فقط اتوماتیک از چشاشون اشک میومد. منم نگاه کردم گفتم فیروز جان اینا رو اگه میتونی برای من بفرست، اونجا روی DVD کپی کردیم، قدیم DVD بود، کپی کردیم، من بردم آفیسم دادم به چند تا دانشجوام که اینا رو فارنزیک انالیسز بکنم. خوشبختانه در اومد که همش دروغ بوده، همه اون عکسا که به اصطلاح شکنجه بود همه فتوشاپ یه چیزایی بهش اضافه کرده بودن داده بودن یونایتد نیشنز. من به فیروز فوری تلفن کردم، ایشون حرف منو باور نکردن. کار ایشون پی اچ دی شون هم تو ایمیج پروسسینگ بود، یعنی صحبت منو میفهمیدن. بعد به من به عنوان یک ساینتیست به من گفتن که حمید ناراحت نشی، ولی اگر امکان داره اون پروگرامی که استفاده کردن دانشجوهات رو برای من بفرست، من بدم به یونیورسیتی آف کالیفرنیا، یه استادی تو اکسپرت تو ایمیج پروسسینگ هست که اونم کانفرم کنه. و ایشون این کار رو کردن، بعد از دو هفته به من گفتن شما درست میگفتی، تمام اون 400-500 تا عکس شکنجه‌گری به غیر از 7-8 تاش که جای عمل آپاندیس و عمل قلب و اینا بود، همش چیز بود، به اصطلاح علکی بود، همش تاچ شده بود. منظورم از این حرف این بود که به عنوان یک ساینتیست، اگه یک ساینتیستی به ایشون، یک ساینتیست کوچیک به ایشون میگفت نه اینطور نیست، ایشون حرف شما رو به عنوان یک ساینتیست باور نمی کردن، میخواستن خودشون برن تست کنن از طریق کانتکت هایی که دارن و بفهمن که واقعا این مسئله درسته یا درست نیست. به دید من آقای دکتر نادری به غیر از این که یک ساینتیست برجسته بودن اون جای خود داره، ولی تو کامیونیتی ایرانی ها نمیگن اینو، به دید من بزرگتر از اون بودن، به خاطر اینکه واقعا مدیر عامل بزرگی بودن در سطح جهانی. این مارس روور پروژیکت که ایشون مدیر عاملش بودن، قبل از اینکه ایشون بیان 800 میلیون دلار پول ریخته شده بود دور و به هیچ جایی نرسیده بودن. اون پروژه رو میخواستن ببندن. من اینو فیروز به من نگفت، اینو من با کسای دیگه که در ناسا هستن به من گفتن. اون پروژه قرار بود بسته بشه چون پروژه موفقی نبود، جلو نمیرفت. موقعی که دادن به آقای دکتر نادری، ایشون اون پروژه رو در مدت کوتاه با تقریبا 600 میلیون دلار اضافه که باید اون پول می اومد، اون پروژه رو نجات دادن. یعنی ما مارز روورا رو، البته خودشون خیلی هامبل هستن، میگن من فقط مدیر بودم، هزار تا ساینتیست اینجا کار کردن، همیشه اینو میگن، ولی به دید من بدون اون مدیر ما الان اون مارز روور ها رو در مریخ نداشتیم. اون عکسایی که ما لذت میبریم گاه به گاه نگاه میکنیم ما الان نداشتیم. اینا رو به خاطر فیروز نادری. قبل از ایشون هم دو تا مدیر مثل اون پروژه بودن که اون دو تا مدیر هم شکست خوردن، متأ آقای دکتر نادری پیروز شد و باعث افتخار همه ما ایرانی ها هستش. من خواستم همین رو بگم، واقعا خدا ایشونو بیامرزه. من زیاد خدا پرست نیستم، ولی در اینجور مواقع فکر میکنم ایشالا خدایی وجود داشته باشه که ایشونو واقعا بیامرزه، چون واقعا مرد بزرگی و مرد برجسته بودن و مدیر خیلی خیلی بزرگی بودن. به همه شما تسلیت عرض میکنم. خیلی سپاسگزارم دکتر عربنیا، ما هم به شما تسلیت میگیم.